به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام و وقت بخیر توجهتان را جلب میکنم به تازه ترین خبرهای امروز. در نخست سرخط خبرها، حامد کرزی از افغانستان خارج شد و به آلمان رفت. ادعای دزده شدن پول نقد ده راننده در مسیر دره‌صوف بامیان. نسیم خیبرشکن ولسوال امارت اما میگوید که این خبر دروغ است، ولی تایید میکند که بر یک موتر شلیک شده اما کسی متوقف نشده است. تلفات سنگین طالبان در پای حملات جبهه آزادی. لانگ وار ژورنال میگوید که این جبهه در سال جاری میلادی با 78 حمله حداقل 239 عضو طالبان را کشته است. از سوی هم جبهه مقاومت میگوید که در یک ماه گذشته 41 بار بر طالبان حمله کرده است. کشته و زخمی شدن ده ها تن در پای درگیری های فرقه‌ای در پاراچنار پاکستان. کشته شدن 3 مهاجر افغانستانی به دست نیروهای مرزی و پلیس ایران و پاکستان. سلام مجدد بر شما دوستان گرامی، اگر در یوتیوب تا به حال سنترال افغانستان سابسکرایب میکردین همین حالا سابسکرایب کنید. نظام الدین قیصاری پس از نزدیک به 2 سال بار دیگر با آغوش حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و مارشال عبدالرشید دوستم برگشت. منابع با فرستادن این ویدیوها در گفتگو با سنترال افغانستان تایید میکنند که نظام الدین قیصاری در گفتگوی تلفنی با مارشال عبدالرشید دوستم از وی خواسته است که مشکلات 2 سال اخیر را فراموش کرده و او را بار دیگر در حزب جنبش بپذیرد. این منابع تاکید میکند که آقای قیصاری حدود 2 هفته قبل از افغانستان به ایران بازگشته بود و در دیداری که با شماره از فرماندهان مارشال دوستم داشت از آنان خواسته بود که بار دیگر رابطهش را با مارشال برقرار کند. شب گذشته با حضور شماره چهره‌های نزدیک به مارشال دوستم و بزرگان ازبک تبار در تهران، آقای قیصاری به مارشال دوستم تماس گرفته و با هم دیگر آشتی کردند. منابع میگویند که آقای دوستم به نظام الدین قیصاری گفته است که آغوش حزب جنبش به همگی باز است و تو را بار دیگر به این حزب خوش آمد میگویم. این در حالی است که نظام الدین قیصاری 2 سال پیش با تیره شدن رابطش با مارشال دوستم به تماس تلفنی طالبان لبای گفته و در نهایت دعوت از سوی این گروه دریافت کرد و به افغانستان رفت. او در مدتی که در افغانستان بود نیز هر از گاهی مصاحبه های تند علیه مارشال دوستم و دیگر رهبران سیاسی حکومت پیشین داشت. افزایش حملات مقاومتگران و تلفات سنگین طالبان. مجله لانگ وار ژورنال گزارش کرده است که طی سال جاری میلادی در 78 حمله جبهه آزادی علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان دست کم 239 نفر از اعضای طالبان کشته شده است. این مجله در گزارش خود تاکید کرده است که 5 نفر از فرماندهان ارشد طالبان نیز در میان کشته شدگان هستند. بر اساس گزارش در این مدت 147 نفر از جنگجویان طالبان هم در پی حملات جبهه آزادی افغانستان زخم برداشته است. در گزارش تصریح شده است که از آغاز فعالیت جبهه آزادی از سال 2022 تا به اکنون این جبهه در مجموع 322 حمله بر طالبان انجام داده است. جنرال یاسین ضیاء رهبر جبهه آزادی افغانستان هشدار داده است که حملات نیروهای این جبهه بر طالبان افزایش خواهد یافت. آقای ضیاء گفته است که در سال 2025 میلادی ما در نظر داریم که فشارهای سیاسی و نظامی بیشتری بر طالبان وارد کنیم. و گفته است که ما برای برابری، عدالت و بازگرداندن قدرت به مردم افغانستان می جنگیم. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان نیز گفته است که در آغاز بیشتر حملات ما بر روی ایستهای بازرسی کوچک بود، اما عملیات ما پیچیده تر می شود زیرا ما اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان را داریم و نیروهای ما کاملا آموزش دیده است. ناجی خاطر نشان کرده است که مسئولیت ما این است که برادران و خواهران خود را آزاد کنیم. با این حال ما باید این کار را مسئولانه انجام دهیم تا به غیر نظامیان آسیب نرسانیم. از سوی هم جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه ادعا کرده است که در ماه عقرب سال جاری در 11 ولایت افغانستان 41 حمله علیه طالبان انجام داده است که در نتیجه 72 نفر از اعضای طالبان را کشته و 43 تن دیگر را زخمی کرده است. این در حالی است که طالبان منکر جبهات مقاومت در افغانستان هستند، اما این جبهات بسیاری از حملاتشان را مستند میکنند، به خصوص جبهه آزادی که تقریبا اکثر حملاتش مستند میشود. خبرها را از دره‌صوف بالا ادامه میدهیم. شماری منابع در تماس با سنترال افغانستان ادعا دارند که شب 1/2 قوس سال جاری دزدان مسلح 10 لاری حامل از زغال سنگ را که از دره‌صوف بالا به بامیان و کابل در حرکت بودند در صاحب اسم 14 خوال متوقف و پولی آنان را با خود برده است. این منابع میگویند که شام
اول قوس توسط دزدان مسلح ساعت 6 متوقف شدند و بعداً تا 6 صبح هر موتری که آمدن متوقف کردند و در این مدت هیچ کسی به دادشان نرسیده است. مرابع میگن که دزدان به کسی آسیب نرسانده و با طول آفتاب خودشان ساحه را ترک کرده است. مرابع میگن پس از آن که طالبان ساحه را ترک کردند، نیروهای امنیتی طالبان به ساحه رسیدند و موترها را گفتند میتوانند که به مسیر خود حرکت کنند و به بامیان بروند. در همین حال نسیم خیبرشکن ولسوال طالبان برای ولسوال دریاسوف بالا در گفتگوی با سنترال افغانستان این خبر را رد کرده و دروغ خواند. خیبرشکن اما میگوید که در ساحه خوال فرد به سمت یک موتر شلیک کرده که مرمی به تایر این لاری برخورد کرده است و در این رویداد به گفته او به کسی آسیب نرسیده است. موتر خوب آقای معاهدی صاحب توضیح نشده هیچ. تقریباً بسیار مدت است که در ازمون مرحله که ما که دوزار از کوها گرفتیم دیگه بعد از اون توضیح هیچ نشده موتر. یک موتر هم روی نشده، فقط تر یک موتر تر تایر شده خوب؟ تر یک موتر. یک تایر بد شده و بعد خلاص دیگه از کسی روپا و کران هم نگرده برده. ای فیرم در موال قوس بوده در منطقه چهار ده یا جای دیگه بوده؟ بله بله در خوال، در خوال شما میگیم. تا هنوز هم ما کماندان امنیت رایی کردیم، کماندان امنیت پیش او رو در مساحه هست میگه تلاش داره که سر نخه پیدا کنه. یک موتر هم برادر دوزی نشده، یک موتر هم دوزی شده ما جواب دیم. کماندان امنیت هم روان کرده بودم رفت اگه همون که مردم هم از این گرد بسار نگران شدن و بسار ناراحت شدن و این جا فقط ما پیدا می‌کنیم که یک کسی بوده که در افتاد که خوشت ما جواب کسیم در افتاد که فقط از دور سر زمان موتر پیش شده بینی چی گفت باشه اینا نمیم پیش پردی شده میگم که چی گفت است که دیگه این تمام موتر میره و میره کس گفت نمیدن سر یک موتر پیر میشه و اونجا سر جا بود در تیرش مرگی میخوره این دارم جا پایی دیگه تا پیدا شد دوشی تا شده دارم. در همین حال شمار منابع مردمی از دریاسوف بالا میگویند که نمیتوانند ادعای طالبان و یا هم ادعای رانندگان را تایید و یا رد کنند. آنان اما میگویند که روز دوم عقرب نیروهای طالبان به ساحه این در منطقه خوال رفتند و آنها نیز شنیدند که یک رویدادی در منطقه رخ داده است اما از جزئیاتشان چیزی نمیدانند. جنرال حامد سیفی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که وضعیت زندان بگرام نگران کننده است و طالبان اعضای این جبهه را شکنجه روحی و جسمی میکند. جنرال سیفی این مطلب را در شبکه اجتماعی اکس نوشته است و سازمان ملل متحد خواسته است که هیئتی به بگرام بفرستد و جلوی این ظلم و ستم طالبان را بگیرد. حامد سیفی از فرماندهان سابق ارتش افغانستان است که پس از فرار اشرف غنی به صف مقاومت پیوست و در صف جبهه مقاومت ملی علیه طالبان جنگید. این ادعای سیفی در حال مطرح می شود که به تازگی نیز گزارش شده است که 10 نفر که به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند به بگرام منتقل شدند، هرچند که به ادعای منابع اکثریت این افراد ملکی هستند و هیچ رابطه ای با جبهه مقاومت ملی نداشتند و ندارند. ادامه واکنش ها بعد تیرباران شدن حدوداً 10 تن از پیروان اهل تصوف در نهرین بغلان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که طالبان باید از وقوع چنین حملات جلوگیری کند. جبهه آزادی افغانستان هم میگوید که اعضای طالبان خود در این رویداد دخیل هستند و در 3 سال گذشته بارها با مذاهب و فرقه های مختلف غیر از باورهای خودشان برخورد های خشین و خشونت بار داشته است. در همین حال داعش با نشر اعلامیه ادعا کرده است که این حمله را آنها انجام داده و حدوداً 10 نفر از اهل تصوف را کشته است. با این حال شهروندان کشور به این باور است که داعش یک نام است و وجود ندارد و بسیاری از جنایت‌های طالبان تحت نام این گروه توجیه می شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی 10 نفر در پی خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در کرم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته و زخمی شده است. رسانه‌های مختلف البته آمارهای مختلف از آمار قربانیان منتشر کرده است. به گونه مثال خبرگزاری فرانسه امروز گزارش کرد که در این رویداد 14 نفر از اهل تسنن و 18 نفر از شیعیان کشته شده است. خبرگزار رویترز ما شمار کشته شدگان را در مجموع 18 نفر و شمار زخمیان را دست کم 30 نفر گفته است. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که به تازگی یک حمله مسلحانه بر شیعیان و کاروان مسافرانشان در کرم رخ داد که در نتیجه آن تا به حال 42 نفر جان باخته و چندین تن دیگر در حالت کما در شفاخانه به سر می‌برند.
در پای تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجران افغانستانی دو نفر کشته شده و یک نفر زخم برداشته است. منابع میگن که این افراد باشندگان ولایت لغمان هستند و میخواستند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. در همین حال از پاکستان نیز گزارش می شود که پلیس این کشور امروز سوم قوس در جاده دانشگاه در شهر پشاور پاکستان یک مرد افغانستانی به اسم عبدالرحمن را پیش چشمان فرزندانش به گلوله بسته و کشته است. هنوز جزئیات بیشتر در مورد این قتل و همچنان انگیزه آن ارائه نشده است. و خبر اخیر که وزیر دفاع و معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدارهای جداگانه که با نماینده ویژه چین در امور افغانستان داشته است بر همکارهای اقتصادی و بهبود روابط بین طرفین تاکید کرده است. طالبان میگوید که نماینده ویژه چین در مورد سفرش به اسلام آباد جزئیات داده و بر بهبود روابط میان کابل، اسلام آباد و بیجینگ تاکید کرده است. از توجه و همراهیتون با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.